از جمله اصلی ترین واردات کشور عراق از ایران گاز است. سخنگوی دولت عراق از وجود اطمینان نسبت به ادامه واردات گاز از ایران خبر داده و تأکید کرد که این مسئله باعث می شود فرایند تولید برق در کشورش مناسب باشد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. حسن نازم وزیر فرهنگ و سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از برگزاری جلسه هفتگی هیئت دولت اظهار داشت دولت به سرعت مشکل برق را حل و فصل کرده و نیروهای امنیتی نیز کسانی که به دکلهای انتقال انرژی حمله می کنن را تحت تعقیب قرار می دهد نازم در این کنفرانس مطبوعاتی همچنین از وجود اطمینان نسبت به ادامه جریان گاز وارداتی از ایران به عنوان عامل حفظ تولید مناسب برق در عراق خبر داده و تاکید کرد که دولت عراق روی پروژه های اتصال شبکه برق کشورش به شبکه های برق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اردن و ترکیه نیز کار می کند سخنگوی دولت عراق ضمن تاکید بر تمایل دولت این کشور برای اصلاح مسیر صنعت برق در عراق با استفاده از امکانات در دسترس خاطر نشان ساخت که هیئت دولت همچنین با درخواست قائم مقام وزارت برق برای اختصاص مبلغ 50 میلیارد دینار عراقی معادل بیش از 34 میلیون دلار به تعمیر شبکه برق موافقت کرده است. بنابر اعلام نازم، هیئت دولت عراق در جلسه خود به ریاست مصطفی کاظمی، نخست وزیر این کشور همچنین با تعیین یک شرکت مشاوره بین المللی برای نظارت بر پروژه های بزرگ در این کشور و اختصاص دو میلیارد دینار معادل بیش از یک میلیون و هفتاد هزار دلار به شهر مقدس کربلا برای ارائه خدمات در مراسم روز عرفه موافقت کرده است. این در حالی است که نخست وزیر عراق جمعه گذشته در واکنش به بحران خاموشی های گستر از جمله قطع سراسری و چند ساعته جریان برق در بغداد و سایر استان های این کشور به استثنای اقلیم کردستان تصمیم هایی را پس از پیگیری شخصی با مسئولان اجرایی وزارت برق و وزارت خانه های دیگر در راستای اطمینان از رسیدگی فوری به این مشکل اتخاذ کرده بود.